همکارم نرگس هورخش از محل برگزاری این تجمع همراه ما هست. ما هاست در واقع در 3 ماه گذشته، در 100 روز گذشته که ما این تجمعات رو در نقاط مختلف استانبول دیدیم. از تجمع امروز برای ما بگو نرگس. بله دقیقا، این تجمع بسیار مهم است. هرچند اگر تعداد تجمع کنندگان اینجا در استانبول شبیه دیگر شهرهای جهان نباشه، باز هم با وجود خودش مهم است. به این دلیل که از زمان اعتراضات آغاز شده در ایران، ایرانیان مقیم استانبول هر هفته یا حتی در هفته 2 بار تلاش کردند که همصدایی و همراهی خودشان را با مردم ایران از اینجا، از میدان بیازید، یکی از مهمترین مکانهای توریستی در ترکیه و همچنین به جهان برسانند. مسئله دیگری که بسیار مهم است و یکی از مهمترین دستاوردهای ایرانیان در این تجمع در استانبول این است که مردم ترکیه را به خودشان نزدیکتر کردن، با آنها همواره پیام دادن و حالا بسیاری ها در ترکیه به خوبی میدانند که در ایران چی میگذره و یکی از مهمترین مسائلی که این پیام رسانده شده هم همین اعتراض است. امروز هم مثل هفته های دیگر ده ها نفر از ایرانیان در استانبول کنار هم جمع شدن تا همبستگیشان را با مردم ایران اعلام بکنن، همین طور از عملکرد جمهوری اسلامی در برابر مردمش انتقاد دارن، شعارهایی بر علیه علی خامنه‌ای سر میدن، بر علیه آنچه در ایران اتفاق میفته و حمایت میکنن از خانواده های قربانیان، از آنهایی که در حال حاضر در بند نیروهای امنیتی به سر میبرن و در مجموع ظلمی که در حال حاضر مردم ایران دارن تجربه میکنن. اما اینجا رضا یکی از معترضان همراه ما هست و میخواهیم ازش بپرسم که چقدر مهم است حضور شما در اینجا. ما هر هفته شنبه ها ایرانیان مقیم استانبول برای حمایت از هموطنان داخل ایران جمع میشیم اینجا تا صدای اونها باشیم و این فریادهای اونا رو به گوش دنیا برسونیم. همونطور که میبینید اینجا در آستانه کریسمس هستیم و به عنوان نمادین عکس شهدای راه آزادی رو تزیین کردیم با این درخت و هر هفته میاییم اینجا و این اعتراضمون رو برسونیم و فشار بیاریم به کنسولگری و همچنین شهروندانی که در خارج از حالا ترکیه هستن هم مثل ما هماهنگ و فشار بیاریم تا هرچه زودتر این رژیم سرنگون بشه و ما همیشه هر هفته ادامه خواهیم داد تا پیروز هم نشیم، منصرف نمیشیم و محکم میایستیم. خیلی ممنون. رضا از معترضانی بود که در اینجا در اعتراض استانبول آمده در کنار دیگر شهروندان ایران و فعالان حقوق بشر و چیزی که امروز در اینجا هم به گونه نمادی از اعتراض ازش استفاده شده مسئله تجلیل از کریسمس است که امشب در بسیاری از کشورهای جهان مردم جهان این رسم را تجلیل میکنند. اما ایرانی ها در استانبول از هر رسمی، از هر جشنی برای رساندن پیامشان استفاده کردند و در اینجا هم همین اقدام صورت گرفته. همه با هم دیگر میگن برای آزادی ایران خواهند جنگید. از توضیحاتت ممنونم همکارم نرگس هورخش که از استانبول با ما همراهی میکرد.